این جبهه تروریستی داعش خراسان به نام مستعار جبهه ملی حملات تروریستی انجام میده باید پاسخگو باشن. چه حال است؟ مبارزه میکنین برین در کوه کمر کم است که خون مردم هزاره قدر ارزان است که هر سگ و شغال بیه با خون مردم ما معامله بکنه و ما سکوت بکنیم. ایبه پدرکتان لعنت که کسایی که از میجه پای تروریستی حمایت میکنن. ایبه شرفتان لعنت. موضوع لایف حمله تروریستی جبهه مقاومت به مردم شریف غرب کابل و بخصوص مردم شریف هزار است. تعداد جان خود را از دست دادن و معلوم شده تحقیقات نشان داده که یک معنی چسبکی بوده. دیروز طالبی جنایت میکرد، امروز شما میکنین و ما سکوت بکنیم. مگه دیروز ما سکوت کردیم که امروز در مقابل شما سکوت بکنیم؟ من فکر نمیکنم خون هزاره و قدر بیارزش باشه که هر سگ و شغالی بیه تصفیه حساب خود را با مردم هزاره بکنه، با خون مردم هزاره. برین گمشین جغرافیا کم دارین شما که میگن که ما این رقم آن رقم هستین. برین در پنشیری حملات خود را انجام بدین، برین در بدخشان حملات خود را انجام بدین، برین در کاپیسای حملات خود را انجام بدین. طالب تروریست است، طالب گروه تروریست است. بله، شما عیناً همه کار را میکنین. مبارزه ایتان با طالب است، دگ از دم میدان میاین تصفیه حسابتان را با ماین مغناطیسی با مردم غرب کابل میکنین. جبهه مقاومت ملی به سرگردگی احمد مسعود و امرالله ناصاله کوه کمر ازتان گرفته. یکم فکر بکنین، یکم اندیشه بکنین، یکم بفهمید گپ در کجاست. طالبش دیروز انتحار میکرد، انفجار میکرد، صدا بلند کردیم گفتیم این رقم و رقم. امروز چی شده که کلگتان خب و چوب هستین؟ حملات تروریستی از این گروه در غرب کابل، در غرب کابل جبهه آزادی در غرب کابل، نمیفهم مقاومت ملیش در غرب کابل. یه دفعه از خود سوال کردن که چرا در منطقه خودشان نمیکنه؟ وزیر اکبرخان ازشان گرفته، شمال کابل ازشان گرفته، پنجشیر ازشان گرفته، کاپیسا و نمیفهم پروان و نمیفهم جای دیگر ازشان گرفته که غرب کابل. تو چه گوم میخوری در غرب کابل؟ در منطقه هتل گفتن که ما یک پاسگاه طالبان را هدف قرار دادیم. دشت برچی چی کار میکنن؟ یا گلایی دواخانه چی کار میکنن اینا؟ در اونجا پوسته است، در اونجا چی است؟ مردم ملکه رو با ماین مغناطیسی و انفجار میتین؟ جانشانه میگیرین؟ ما متعقن هستیم و میفهمیم و گفته بودیم که اینمی امرالله ساله گردن گرفتن نگرفتن و بیادر یک حمله را در هتل کردن، یک حمله دیگر را در گلایی دواخانه همزمان. ایره که گردن بگیره طالب و خرکی بیا با براله خود مردم را بکشه؟ حکومت به دست داره کی میکنه؟ جبهه امرالله ناصاله دایشی خبیز. اطلاعات بیرون میاد بچه های عزیز، اطلاعات بیرون میاد و ما 8 ماه پیش هم براتون گفتیم که اینمی جبهه‌ای است که با داعش خراسان ربط داره. هیچ کدامتون باور نمیکردین. هر چقدر که بگذره باز میفهمین. تحقیقات بی بی سی فارسی دری رو شنیدین یا نشنیدین؟ حملاتی که تروریستی در مسکو و در تهران و در کرمانشاه ایران و در کجا رو کی انجام میتن؟ مسئله می است که این مردم هزاره در غرب کابل چرا باید خونش اینقدر بی‌ارزش باشه که هر سگ و هر شغال به خاطر
موضوعات سیاسی خود از ما مردم خون بگیرن و ما سکوت بکنیم که بله دیروز اگه طالبی کارا را میکرد دمو گلایی دواخانه ما اونجا رفتیم، کوچه به کوچه ساختمان به ساختمان شیاد دارم، شفاخانه حضرت علی علیه السلام در اونم اونجا بود، طالب در اونجا وارد شد و حمله کرد که حتی طفل در بطن مادرش برک بار بسته ای همه صدا بلند کردیم. امروز هم دقیقا اونم اونجا اینمی گروه خبیث جبهه مقاومت اونم کار انجام دادم. فرقشان چی است؟ چه فرق میکنه با یک دیگه؟ اینجا ما باید سکوت بکنیم؟ فرقشان چی است؟ سوال من است که فرق او خون با ای خون چی است؟ و فرق او گروه با ای گروه چی است؟ هر دویشان جان مردم ملکی رو میگیرن. 8 ماه پیش امیره گفتیم، 1 سال پیش امیره گفتیم که نمی جبهه وابسته به این آن است، تکفیری است و تکفیری ها در بینش رخ نکدن و اینمی امرالله ناساله و نمو موضوع 8 صبح و حملاتی که به در ده مزنگ به تظاهرات ما شد و بعد دمو تیتاب لین برق تیتاب و نمی فهم چه کل دیگه مرتبط است، هیچ کس تیر خودم می آوردن هر کس و امروز هر چقدر که بگذره باز چی میشه؟ باز به پیش خدا و رسولش و به پیش بنده خدا شرمنده خواهد شدیم. حمله تروریستی است، جان مردم گرفتن، جان مردم گرفتن است. کسی که مبارزه میکنه برو کوههای هندوکش در خدمتت، نمیفهمم پنجشیر در خدمتت، نمیفهمم پروان در خدمتت که چی و چی در خدمتت، تا که جخ میزنه که این جست ما این رقم میکنیم. برو بچم چرا در اونجا کار کردن میتونی که می تسوی حسابت با خون مردم غرب کابل میکنی. شرم است، ننگ است و کسی که در مقابل سگ زرد برادر شغال سکوت کنه. و ما شخصا خودم سکوت نمی کنم، برای من سگ زرد برادر شغال است، هیچ فرق نمی کنم. یعنی می امرالله صالح یکی از اجنده های داعش خراسان در افغانستان بود، هست و خواهد بود و هیچ راه دیگه ندارد جز به یکی به دامن بزنه به افراطیت و داعش سازی در افغانستان. وقتی ما حرف میزنیم در این قبال و اطلاعات داریم، اطلاعات ما محسق است، اولی کسی که در مقابل ما ایستاد میشه بچه هزاری ماست. بچه برای اینال جواب اونمو شهیدایی که دقیق عدد میده گلهی دا خانش ده برای جواب بده بچه اونا هزاره هستن یا نیست؟ کی کار کده؟ همزمان دو حمله انجام میشه در کابل. نظامی کم است که تو ده چسبکی میمانی مردم ملکی رو از بین میبری؟ پسته طالب کم است، مقرشان کم است، پایگاهشان کم است، بیسشان کم است. برو نظامی سی با نظامی بزن، مانی چسبکی رو زیر مطر میمانی هزاره مره میکشی. عجب است الله، ما گب نزنیم که به خاطر که هم زبان هستیم، ما گب نزنیم که به خاطر که دشمن ما طالب است. طالب همونم سگ است، همونم سگ استی، برمه هیچ فرق نمیکنه. در این قبال تک تک ما شفیع دوران میشیم، در این قبال تک تک ما شفیع دیواره میشیم. او دور دور کابل میدواندتون، ما دور دور افغانستان میدوانیمتون. بگین کی امروز جوابگو است که در شهدای ما در غرب کابل یا در گلهی دواخانه کی جوابگو است؟ امروز اونجا انسان ملکی جان خود را از دست داده. کی جوابگو است؟ وجدان دارین؟ انسانیت دارین؟ ما رو متهم میکنن که نمیفهمم به لابیگر طالب و نمیفهمم چی بیشی هستیم. با بلی از خدا 100 دفعه برایتان گفتیم، طالب رو میگه گروه تروریستی قبول، طالب رو میگه ای قبول، طالب رو هرچی میگه قبول، ولی ای روی سکرم ببی این حملات از کجا میه؟ ای دایشی ها کی هستن؟ تا تهران دسکیر میشه؟ پنجشیری ده اونجا دسکر میشه تاجیک، ده موسکا حمله میکنه تاجیک، ده اونجا چی میکنه تاجیک. آبلی از خدا یکم خرد
موضوع ما قومی نمیکنم، ولی واقعیت اینمی است. باز اگر امرالله ناساله و گروهکش معذرت خواهی نکنن و غرامت پرداخت نکنن، یک بار دیگر شفی ها اگر بر علیه شما افراطی های دیروز اخوانی امروز دایشی اگر ظهور نکردن، باز ما خطیبینی میکشم برتان. در مقابل طالبش استاد هستیم، در مقابل ظلم جورش استاد هستیم، صدا بلند میکنیم با عنوان هموطن به هر کسی که ظلم جور و جفا میشه صدا بلند میکنیم، ولی بنا به این نیست که از او گلالود ماهی بگیریم و بیاین گروه حملات تروریستی خود را بالای مردم ما انجام بدین و ما سکوت بکنیم، بگیم که این است آن است، توجیه کنیم و دلیل بریم. به می پدرک ای امی آصف آشنا لعنت، به می ذاتت لعنت بشه آصف آشنا. از پدر هزاره به عمل آمده، از مادر هزاره زایده شده، امروز لابیگر چند لانه تروریستی را تروریست را میکنی. تو هزاره هستی، مرد چه همی لابیگر هزاره خود باش. چه پی نمیفهمم چی، نمیفهم او ای چی، او رقم او رقم ای. صد دفعه براتان گفتم که مرد چه همی لابیگر مردمتان باش. مرد چی که لابیگر ای او دانه کرایی او شما مره چی باره بچم تازه عکس سردار مده پروفایلت مانده حرامی اینجا آمده اخلال اجاد نکنی با پدر تره لعنت نمی به می شیری خوردی رو لعنت بی شرف پست اینقدر ذلیل هستین که از امی عکس بزرگای ما استفاده میکنن بر علیه ما بزای لعنتی. حضور فیزیکی اینمی چیزی من از آره است که در نمی افغانستان است. سران طالب برای توی تازی نمیمده گفته باشه که تو بیا در افغانستان ما ازت پذیرایی میکنیم. حالا نمود چیش رفته در بامیان سخرانی کرد گفت بیا از مشران از آره از مرق خلی ما استدعا میکنیم بیا در افغانستان. مردم دارین، جایگاه دارین، بیاین. تو اصلا شما رو سگ حساب نمیکنه. امروز کارتانی است که داعش سازی کنین در افغانستان، مانی چسبه که بان این مردم ملکی رو بکشین، دیگه شما کار ندارین. دیروز مکتب رو آتش میزدین، مکتب رو میپراندین، امروز نورو رسین. حالا بریم و یک بیدین مرتد لعین نجس بیرق شورای نزار رو دکرد انداخته هی ما این رقم ما این رقم بیا اینا لازمی از حرامی ها یک دفعه سوال جواب بکنین، یک دفعه سوال بکنین که جواب خون اینمی شهدای ما را در گلای دواخانه کی میده. بعد میگم هر کلک کس دزن میه برای من اینجا سیاست مدار میشه، هر بیناموس اینجا میه برای من چی میکنه. به خدا عزی به بعد من میفهم با شما هزارهای سرخم حرامی بی پدر و مادره که هر لحظه رنگ عوض میکنه، رنگ چنج میکنین. دمی لایف گیرتان کنم، دمی لایف گیرتان کنم، صبر کنین شما. بخه از هر سری به نسل سوار بوده سوار است بخیر انشالله جوگی به پدر. امروز من مردم خود از استاد من خون شهیده امروز زمین شما من اینه شعر تلاوت میکنین. من شوی ننت هستم بچم، شوی ننت میفهمی، شوی ننت و شوی ننت احترام کن. آدم که احساساتی بود بچم تیره تا بیار فرار که برو جایت نیست، جوگی بشه یک تگ انسان بودی نام جوگی سرت مانده نمیشد. کی میتونه برای من جواب بده که مسئولیت حمله
غرب کابل یا گلایی دواخانه را کی برای ما میتره؟ اونجا زاره ما شهید شده، اونجا زاره ما خونه شده، ریخته شده، همزمان است با حمله ای که جبهه مقاومت دهات خیل کده. کی میتونه جواب بده؟ اشتیاد داره. سلام برسه مولوی صاحب رسول، چی گفت باز؟ جور بخیر، بسیار امیت اصابایم خراب است شمس برادر. شمس اباگ اصابایم خراب است بعد رخم. یک سوال میکنم، امشب دو حمله در کابل شده. چطور؟ دو حمله همزمان، یکی در منطقه هدخل بوده که جبهه مقاومت را به عهده گرفته، گفته به یک پسته طالبا یا به ما چک پوینتشان انجام داده، و یکی همزمان دقیقا در غرب کابل گلای دواخانه که اونجا انجام شده، که اونجا هم ساختمانش را بلد هستم. هر دو همزمان بوده، یک شب به عهده گرفته، یک شب به عهده نگرفته، تا این دم البته هیچ گروهی به عهده نگرفته. حالا ما چی باید بگوییم؟ مطلب استاد رسول، اگر تلفات مردمی داره خوار گروهی که کرده باشه خیلی اشتباه کرده، ضد بشریست. اگر نه که طالب کشته شده، خب مسئله طالب جداست، بدر کشته میشه، میمور امون رقمی کشته شده، نیروی امنیتی ما را زده، باید از بتر کشته شده. در منطقه خیلی من خبر ندارم، خودشان ادعا کردن که پسته طالب را زده، اما در گلایی دواخانه ماین چسبکی بوده، دریور و مسافرهاش هدف قرار گرفته. دریور جان خود از دست داده و مسافران دقیق من خبر ندارم که دریور کامل اطلاعات اولیه حاکی ازی است که دریور جان خود را از دست داده. مسافرها را من نمیفهم که دقیقا جان خود از دست دادن یا زخمی شدن. زخمی ها زیاد است و دریور مستقیم جان خود از دست داده، ماین چسبکی بوده. حالا سوال مطرح میشه شمس عزیز، ما تو باید منطقی صحبت بکنیم اینجا. گروه حاکم چی بخواهیم چه نخواهیم حکومت را بر دست داره، درست یا نه؟ بله. این کار نمیکنه، این از منطق انسانی بدور است، این از منطق انسانی بدور است. این کار اپوزیسیون از این گروه میکنه، ولی این حمله همزمان بوده، در یک ساعت همزمان، یک منطقه هدخل، یک منطقه غرب کابل. این اینجاست که سوال خلق میشه. ما 8 ماه پیش نظامی صاحب هم صحبت داشتیم، 6 ماه پیش هم صحبت داشتیم. مداره که در دست ماست که امرالله سالی، من احمد مسعود کار ندارم، او نه وقت تجربه سیاسی داره، نه وقت تجربه جنگ و موضوعات سیاسی داره، یک واقعیت است. بله. این واقعیت ها رو بگیم. امرالله سالی ولی در حملات، اما موضوع 8 صبح و حملات دمزنگ و جای دیگه است، زیر سوال بوده، زیر سوال است، زیر سوال خواهد بود. و اطلاعاتی هست که این آدم با گروه داعش خراسان دستر و یک روابط بسیار نزدیک داره. ما از اینا نمیتونیم به سادگی عبور بکنیم، و ما برداشت ما است و کسایی که در اولین ساعات حملات تصاویر، فیلم ها و ویدئوهایی را که نشر و پخش یا به دست ما قرار دادن، بیان کردن که کار امرالله صالح است، که به جبهه مقاومت رفت میدن، نمیته هیچ کار ما نداره، تارگت امرالله صالح است، ما به بچه مسعود یا احمد مسعود کاری نداریم، اگر همدستش است دخیل است، اگر نیست ما بازو کاری نداریم، ولی امرالله صالح را ما تارگت قرار دادیم و هست و مدارک در چی هست. والا بگذار صاحب آدم چی باید بگویم، اگر اینقدر قوی یا باشن نه ای کاری که اگر مثلا مردم ملکی را هدف قرار بتن و ار بخوان سیاست خود رقم دیگه پیش دار بخورن که بیدر یعنی بیار یارم متوجه بسازیم کیام و شما بخیزن علی طالب بکنن، این سیاستشان کامل غلط است.
و این کارش هم فکر بکنم به شدیدترین مسئله آدم بگه که دشمنی با قوم دیگه دارن. اگر این مثلا شایعات هست که مثلا شما سعی بکنید مسئله قندار مردم های پاکستانی ها در گرفتنی دقیقا پاکستانی ها گرفتن که قندار رو آواز زده بودن، او یعنی مسئله داخلی که مذری میشه فکر بکن مسئله داعش باشه، اگر امرالله صالح باشه، اگر مولوی ادریس و مفتی ادریسی شکردرهی که رهبرش آن است و دیگه و دیگه کسایی که در رأس جبهات داعش هستن، اینا اگر باشه نظر اقوام باشه به شدت آدم باید دیگه بد ببینه دیگه، چه بد بکنه؟ فکر نکنم که تاجگاه قدر بدبینی از آره باشه یعنی در جای آره باید پرانی بکنه. اینجا موضوع موضوع بگو ببینیم ما فرضاً یک سوال چه یه چی مسئله رو تحقیم میکنم، فرض بکنم بودم یعنی رفت دشت برچه را زد، مردمش خدا نخواسته مردم های روشن فکری که هستن یا ملت غریبی که در روش هستن یا شهید میشن دیگه یا زخمی میشن، یه چی چیز تعقیب میکنه؟ فردا نمی کار کردن فکر نکنم کدوم چیز تغییر بده، هیچ چیز را تغییر نمیده بلکه مردم را برالای هینا استاد میکنه. یک واقعیت هست، ببینید ما میگیم جبهه مقاومت مسئولیت یک حمله ایش را بعد وقتا گرفته تا این دم یک شه چون مردم ملکی از بین رفته با وقتا نگرفته هیچ گروهی، ولی چون حمله همزمان بوده از یک آدرس آمده. اگر حمله هتل را جبهه مقاومت انجام داده که نظامی های طالب را به ادعای خودشان هدف قرار داده ما میگیم سیست، ولی اینجا این ماین چسبکی از کجا میه برادر؟ چیزی که پیشتر گفتم گروه طالب نمیه بر علیه خودش حمله تروریستی انجام بده این دم که حکومت را به عهده داره، تارگت امرالله است چه بخوایم چه نخوایم. و فکر میکنم ما چند ماه پیش هم گفته بودم معلم میکنم ما مداره که داریم که نمیشه رسانه‌ای کرد، یادم رابط خیلی نزدیک با گروه شاخه خراسان داره و یک چیز واقعیت است و در تحقیق در امی اتقل امی افغانستان انترنشنال در تحقیقات جدید را نه شرکت نه از تاجیکستان، این خوب افغانستان ربطی نداره به تاجیکستان دوستای عزیز، چند هزار نفر در گروه داعش از تاجیکستان حضور داشتن در جنگ سوریه، چند هزار و صدها تن دیگه امروز عضو گروه خراسان شدن، شاخه خراسان اینها شدن، حملات موسکو، حملات کرمانشاه و چی و متاسفانه بدبختانه اطلاعات ایران و شبکه‌های تلویزیونی ایران خودشان علنا اعلان کردند که کسایی که حملات را انجام دادن و یا دیسکیر شدن از پنجشیر هستند. این را قبول کن، این ادعای من است، من نمیخوایم تهمت بزنم، این ادعای ایرانی است در شبکه‌های تلویزیونی خود و در خبرنامه‌های خود پخش کردن، درست است یا نه؟ ولی اگر او پخش کرده باشن چی فرض میکنیم؟ ولی من میقدر بچه پنشی رو میشناسم با عکس و نام و تمام مشخصات هم نشر پخش کردن، درست هست یا نه؟ من نمیخوایم که من منظور می نیست که ما پنشیری سیتیزی بکنیم، خود میفهم مفکوره ما چی است، من این صحبت ها را دامن نزدم و نمیزنم، خب ما پنشیری سیتیزی نمیکنیم، اونجا از آرای ما زندگی میکنم، ما میگیم که نظامی صاحب ما میگیم افراطیت خطرناک است. بله افراطیت خطرناک است و افراطیت هر کس میتونه حتی یک تاجیک را بر علیه تاجیک استاد کنه، یک هزاره را بر علیه هزاره استاد میکنه. این اینجا تارگت امرالله صالح است، ما نمیگیم که تاجیک ها غلط است، ما نمیگیم پنشیری ها، تعدادی از پنشیر بودن، تعدادی از جای دیگه از بدخشان بودن، چی بودن دیسکیر شدن، اطلاعات ایران عکسایشان رو منتشر کرد در شبکه‌های تلویزیونی خود اعلان کردن فلانی ولد فلانی با این نام عضو گروه شاخه خراسانش میخواستن حملات تروریستی رو انجام بدن و حتی فرزند فرمانده چی بود؟ چی اندرابی است؟ اوی کی بود فرزنده؟ ما یادم رفتن نامش غنی نه دیگه شد نه کمان نصب غنی رو داخل نکنیم نه کس دیگه بود نمیفهم غنی اندرابی خود ارتباط به جبهه مقاومت نداره فرمانده خیرخواه. حتی فرزند فرمانده خیرخواه را به ارتباط به گروه داعش یا شاخه خراسانش در ایران دستگیر کردن و آقای محمدی که فرزند مثلا در این مسئله ما شما بگویم الان ایران
در مسئله میگه با صادق است، فرض میکنیم صادق است میگه، بین فرزند اش صادق است. اونا صادق است، اونا خب معلوم است دیگه، اونا دشمن میدانن دیگه، هر کس که باشه عضو از گروه حالی مثلا مثلا اونا مثلا دایش. خون خسن میخوای میگه با رد بکنیم، فرض بکنیم یعنی سراج الدین ارکانی رفت طرف وزیرستان رفت، خب وزیرستان کی است؟ دقیقا کی است وزیرستان؟ معلوم دار است. خلو این مسئله خود رابطه کی هم اقانی هم با مردم قندار خود معلوم دار است. معلوم دار است. اینو لفر ما فکر نکنم که قدر جبهه مقاومت قد بدنام سازی بکنه و بشینه مردمی ملکر هدف قرار داد. چرا نزنه پوستی چر، چرا نزنه طالبان، چرا رنجر نزنه؟ سوال ما هم اینجاست. گفتم این ما مالی سایکو، ما در منطقه ما هستیم مثلا بسیار زیاد است، 8 نفر بوده میگه، 8 نفر کشته شده میگه. اینی گپ است. والا ما چی بگویم، ما در رسول ما گمی سیاست بسیار پیچیده است، خب سیاست ما نمیفهمیم، اما واقع دمی باید باشه اگر مسئله املای سالی به این نوا باشه که بیا در بیا سیاست هایی که مثلا بیا به نحوی مردم این طرف ایچی بکنه، این رقم طالب علی طالب بخیزانه، این سیاست که پیش میره فکر بکنم اشتباه است، مردم کشی از آره یا مردم کشی سمت دشت برچه رو بخواه که رسول طرفی جبهه مقاومت بیا یا دیگه جبهه مقاومت بیا در بخواه همچه عملات که انجام میته از را غیر مستقیم بلوا بزنز امرای طالب، خویا بلوا هستن اما بخاطر جغرافیشون تنگ است و سیاست دشواری فعلا است بالا نمیشن، یک مسئله جداست، خودشان هم از خود سیاست خودم میدانم، شاید از خود یک جواز ساخته بتانم نمیکنن، این فکر نکن که نتیجه بتانم، ولی ما ایران میمونم، تو ایران میمونم. در حمله قبلی که صورت گرفت با نارنجک یا بمب دستی برشی ست سنتر بود اگه اشتباه نکنم، اتفاق من در اونجا بارها و بارها رفتم، میفهمم کجاست چی رقم است. در اونجا هم خیلی ها آمدن گفتن که گروه حاکم بودم، ولی از عقلانیت دور است، میفهمی؟ این گروه حاکم را ما بار بار گفتیم نظامی صاحب، تروریست است، تروریست است، تروریست است، مشکل ماست، مشکل ماست، مشکل ماست، خود چقدر بگویم زبان ما به خموی کشید، ولی اینا قدر احمق نیستن بیاین بر علیه خودشان این حملات را انجام بدن، در صورت کامل حکومت عددیست دارن، تمام جغرافیای افغانستان عددیست دارن، اینا برای خودشون چالش نمی سازن. معلوم شد کیها انجام دادن. او مصاحبه ای که با یک دانه دیوانه نمی فهم دزد بود لوچک بود چی بود انجام داد، او هم یک چتیات بیش نبود، موضوع جای دیگه بود، موضوع جای دیگه است. فقر، تنگدستی، بیچارگی باعث شده که هم از تاجیکستان هم از افغانستان خیلی ها عضو علوم شاخه خراسان شوند. خب بله بله، و تبلیغاتی که انجام میشه ما میگیم افراطیت سم است، و امروز حمله انجام شده، دو حمله، باز تاکید میکنم نظامی صاحب، همزمان. چطور یکش میتونه جبهه مقاومت ملی به عهده بگیره ولی یکش نمیتونه بگیره؟ 215 اکسس به نظر من، البته این نظر من است، اطلاعات نشر خواهد شد. من میگم همین حرف زدنی پیش از روایت سازی شاید قدر درستی هم نباشه، اگر قراری باشه این مسئله بر میار واقعیت گپی که شما مثلا میگین باشه، فکر بکنم این کار شاید معلومات استخبارات طالبا یا امو اولین کسایی که اطلاع رسانی کردن مردم ملکی بود، از زخمی ها و از شهید ها. اینطوریست چرا چی گپ شده؟ من یک چیزم میگم که گپ ها رو قبر فعلا رویش بس باید نشه، ما میل پیشتر هم گفتیم روی رابطه بر ملک خان باز داشتیم، ملک خان ملک خان در ای؟ ملک خان بیادرش بیاد دو تا بیادرش رفیق های سرسخت ما بود، من بیان بودیم شناسا دارم، بچه کاکا اشتینرز زنگش زده بودم، کسایی که امروزه سنگش رو سینهش میشناسه میزنه، یکیش نمیشناسه ارتباطشون با اون رو نداره، یعنی معامله اما آدم چرا قم معامله کردن، چگونه بیچاره
برش تجهیزات نرسید، چگونه شهید ساختن و پنجشیر چگونه تسلیم شد، اینا رو کی کل کرد؟ شما میفهم. نظام صاحب امور امو بنده خدا را امو شهید والا مقامه کی شهید ساخت؟ کی معامله کرد؟ و ما شما میفهمیم که شهید ساخت که معامله کردیم، کل گودا میفهمنی. مشکل امی است که چی باید باید بگویدم که نمیشه، فایده نداره. امروز هم دقیقا اونمور ما تارگت قرار میدیم نظام صاحب. امی واقعیت مسئله اینمی است، خودت میفهم، من میفهمم، کسایی که در جریان است میفهمه تارگت ما امروز اونم است. حالا ما ایرو مندیم به خدا چی باید بگویدم در من حرف خود نوتالون حرف میزنیم در ملای فهمه یکی بالاش چی بلا فریاد بیسود. خوش آمدی فریاد، سلام علیکم، جور هستی، بخیر هستی، چی حال داری؟ ولی تو در ترکیه که بودی از آره شدی، از آره بودی، در چی که آمدی، در اروپا که آمدی تاجک شدی و در پیسایی که برد رسید تو فلانی شدی. من ایران به میمان ببودم کی میگه؟ فریاد بیسود. گفتم تو چقدر پیسه این فریادم به خدا، این فریادم یگان وقت فاول میزنه. فریاد صدای مرا میشنوی؟ گپا رو نزن، خدا روی تا ببینه. هیچ کس حقی را نداره که به شمس کدام گپ بزنه یا کدام چیز باشه. ما در جریان هستیم، شما نیستین، ولی از خدا یک چند سبای همه دندان روی جگر بانین. موضوعات پیچیده و خیلی چی است، از چیزی که خبر ندارین گپ نزنین. ولی از خدا مردم را نمیشناسین، نه کدام چیز دیگه، نه ارتباط دارین، نه موضوعات را میفهمین، نه تا فیر هوایی. فیر هوایی ما را یعنی ملخم چی کده. مالا ما امی گپ زد، خب ما کارش ندارم. ما خدا نخواسته امو یک تعداد مردمی با دانش قومی خدا که میبینیم، مردمی که زاره را که میبینیم، امو یک مردم های آدمی که داره به خدا با پاس مزایگان گپر آدم نمیزنه، میگه روی مزایگ گر نشود. بیادر فاشی که تو آدم میکنی، توهینی که شما در مقدسات کردین، تفرقی که شما مردم ها انداختین، من باور دارم یک آدم بیخز خون و رگ رگ شما باشه، بیخید 100% دینش با شما مردم ارتباط داشته باشه، این وضعیتی که در تیک تاک ببینه قسم برات میخورم خود هیچ وقت سیاه نمیسازه، نمیه به تکرار نمیکنه. بیدر کاکه هستین، زدنی سی پیسایی که شما دادین اشتباه کردین. اگر دادی میرفتید اونجا در روی برنامه واقعیتان کار میکردی که جای پیش میرفت، این کارتان چی معنا داره؟ خب من اون قلندر یک بگ نه میاد گل میزنه، یک کارهایی میکنه، چی فایده داره؟ خب من اون قلندر میکنه زور داره میکنه، بیدر نوش جانش میکنه. من نقدش کردم به خاطر منطقی، نقد کردم اگر امروش نوساز هم هستم به خاطر منطقی هستم، به خاطر مردم هم عزت هم هست. من از مردم خود که نشام، مردم از ما نشام، پس من با کی حرف میزنم؟ خب ما طرف مردم خود متوجه هستم. از کدام آدرس کم بزنم؟ بیمونو مردم در چی حالت هستن، یا در چی حالت هستن، یا منطقه جنگیر گرفتن. بیدر مردم امروز بسیار خطرناک، خدا نخواسته حذف شده میرن، اهداف سیاسی یک تعداد مردم دیگه شده رایید. چی تو با ما گفته میری؟ نه باز به تکرار میگم جانه ازاره، به نظام صاحب چیزی نمیگوین، حقی رم ندارین که بگوین، با خاطر از اینکه نه شورواست، نه دلست، نه یه چیزی دیگه. ایره من خواهش میکنم از پیشتان این گپایی را که به خاطر ترور شخصیتی دامن میزنن نظام صاحب، به من هم گفتن، به قماندان صاحب قلندر هم گفتن، به خودت هم میگن. ما خاطر خود میاریم، ولی از تعداد خود انتظار نداریم، از تعداد واقعا انتظار نداریم. من با خیلی هم صحبت میشم در لایفا، بسیار کتا کتا گپ میزنن. وقتی که یک موضوعی میشه، میخوایم که یک اطلاعات ازشان بگیریم، میبینم که نه، خالی برآمدن و قربانت شوم. ما فکر میکردم خیلی آره که در پشت صحنه اینا هر کدام یک شعر هستن، شعر میفهمی نظام صاحب. وقتی که دیدم که نه بیادر، هیچ چیز نیست، نه شعر واسه، نه دلده و نه چی، فقط هم تا هوایی هوایی گپ میزن، قربانتان شوم. ما فکر میکنم که دقیق قبال ها و دقیق موضوعات یک کلان باید روی سر آدم باشه. یک کلان باید باشه، نباشه نمیشه. یک کسی باشه یا را خمچه زده دمی فقط دایره بندازه، دمی هر کدامش که سر برا کرده فرق جا بزنه، یا دیگه یا پراگنده شدن هر جای رفتن یا را گروپ میسنه و دیگه هر کس در رامت سرخیل شده و میره، فایده نداره. یک گپ هست، امی گپ دومش، اما ما مردم، ما مردمی که از هر جایی که هستن بیادر اید زمانی به هیچ جریانی، به هیچ کسی کسی نبودن، به هیچ آدرسی که زندگی هم نکردن زندگی هم نمیکن. او بیادر ما ضرورت به هیچ چیزی نداریم، اما که
حالا ما چیز رد دارم بیام با آدرس فلانی تا مثلا ما بیام خدا نخواستم که پیشاده بزنم یا دیگه مو مردم میخواد بیام بیادر فاش معرفی بکنم یا دیگه بیام اصل موضوع مردم اصل موضوع رو برات بگم. نظام مثلا یک چیز است، تعدادی برای معتقد هستند که اگر مثل ما فکر نکنی تو ایج نیستی، از امو تبار، از امو طایفه ایج نیستی، از امو قوم ایج نیستی، در هر جناح هست نه؟ مثل ما فکر نکنی بچم تو از این نیستی، تسکیره تا میگیرن تو رو میکشن میگن نیستی برو. حالا من یک چیز میگم، همین هزاره مرکزی ما کسی میگه من مادر خود فلان فلان کنم دیگه من هزاره نیستم، مرا تیر توبه میکشه تا پیش 400-500 نفر از هزاره بودن خود. امروز چی میکنین؟ جوان هزاره امروز در زیر لایفش چی گو میخوری؟ امروز او شد هزاره گردن فراز، ای شد هزاره نمیفهم چی و ای رقم و رقم، او شد او هزاره، ای شد او هزاره. فکرت در کجاست؟ منطقت در کجاست؟ خوب از قیتان بازی شوه، خوب شوه، خوب امتر زخم زبان بشنوین. امو آدم براتان مشهور گفت یا نگفت به زبان خود؟ ما دیدیم، ما شنیدیم، ما از یادم نمیره چیز را، چرا که اصلا حرفه من تاریخ است. یک کسی که از تاریخ یکم چی معلومات داره و چی دارد ذهنش هم یکم خوب است، گپی هیچ کس هم یادم نمیره. امروز هم من صحبت های نظام صاحب را هیچ وقت یادم نمیره که در لایفا بالاش چی گفت چی نگفت. و شما خوب است که کم بفهمین چی گفت در او زمان و این زمان که یک مجبورش کردین و چی کردین. این متوجه خودتان است، این متوجه از یادم نیست، شرایط را در نظر نمیگیرین، شرایط را نمیفهمین و هر چیزی که ددانتان آمد میگین تاپا میزنین، برچسب میزنین و انتظار دارین که به دنبوریتان هر کس برخصه و میگین که هزاره باید اینی رقم چی باشه. برادر تو دبامه میشیشته چی بخوایی که نخوایی تو هزاره هستی، چی بخوایی که نخوایی، به همون جرم نسکوشی میشه، به همون جرم هر چیزی که بگی کسای دیگه رقم نیستن، جغرافیا فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، جامعه فرق میکنه. یک کم فکر کنیم، نکنین دیگه ای گپا را به شمس نزنیم که به خدا قسم جگر ما را خون میکنیم. یا الان ما کارش آن ندارم جناب بگداد صاحب پیشتر آمدیم یه حرف ازد یکم احساساتشون میگون گپ ازدم باز امون و یک احمد بیجار است از منطقه از گفت نکر به خاطر حرف تو چند تای دیگه گفت روی بچه خوب خوبه دیگه شوگار میشه گفت روی مزار آدم چیگونه ببینه، اگر نی ما فاشی میتونیم، ما هم توهین کرده میتونیم، ما هم تومت زده میتونیم. همه قدر خواهش ما میگیم اتحادتان به هر شکل باشه، اران افراطیتی که در داخلتان باشه نقطه اتحاد داشته باشه، بینتان به در منطقه و سمتگرایی و مذهب و رهبر و رهبرگرایی که مثلا ای خلیدی و محقیق و فلان و بسترانی از منطقه پنجشیر ای که وجود نداشته باشه، هر آن اقوام پشتین سر افتخار میکنه. زمانی که آمدی کوچک نمایی کردی ای اتاق و مثلا ای منطقه و منطقه، اما من با باورم مثلا اونمو پشتون از هر نقطه استفاده میکنه، هر نقطه تا به خود سنگر میسازه، اما نقطه دیگه تا میزنه خرابت میسازه. اما وضعیت امروز شما که فکر میکنه که این عملی که فعلا شده دستی خود طالب نباشه؟ که فکر میکنه که اینمی عملی که شده دستی جماعت سایر دیگه نبوده؟ به خاطر اهدافی به در سیاسی خود است تعقیب میکنه، دلش برش عدس سیاست مردن تو آدم مهم نیست، فقط اهداف سیاسی خود پیش میبره. بابا اینی تو خیرات سیاسی داشته باشی، منسجم میشی، سیاست درست میکنی، به در دزمی گپا و زمی وضعیت امروز جلوگیری میکنی. اگر تو بیاید 20 رقم 20 فرقه تقسیم شوی و هم دیگه هنوز خوش میشه و چک چک میکنه، بونه مو هدف سیاسی که بیچاره ملک خان و دیگه مردم هایی که شهید شد پیش میبره. فقط هدف سیاسی خود تعقیب میکنه، دنبال منافع سیاسی خود است. حالا مرد تا چی زمان بشینه یعنی والا تو فلانی ما فلانی فرض بود که یک نفرتان باقی مونده اینکه کلتان برنده شدین، فکر بکنم اون یکی مونده بی سودواری تان مونده مدام برنده میدان چه رسول کنارش نباشه، یک تاجیک یا دیگه مردم امیدوارت نباشه و اونمو المندید کنارش نباشه، با خدا اگر تو را امو پشون حساب بکنه، اگر امو تاجیک حساب بکنه. اما رسول یک چیزی اما چیزی در تیک تاک میان تعریف میکنن، والله و بالله تیک تاک خلاف میکنه است. ما بدر ما مردم 40000 نفر هستیم در یک ولسوالی، 40000 نفر هسته بدر 40000 نفر این تو آدم بار زندگی کردن، شرایط میبینن، وضعیت تحلیل میکنن، خود خوب میفهمن چگونه زندگی بکنن،
دینی در دریا چگونه تیر شوند، دینی مشکلات چگونه با مردم برخورد بکن. این لودن نیستن که بیادر بیادر توهین و تحقیر بکن، نمیشه بیان چیزی که تو دول زده و برخصه لالا وا وضعیت امی سیوسی رو درک میکنیم. ما مردم رسول ما در آبشار، ما مردم بیادر ایمیل یک جون ما بنام پنچیر یورتا بلا با بلا در اما نامشه بیرون وطندار ما بود کشته شد، شهید ساخته نشه. جون هم توری از پانتون فارغ شده، یک آدم از دانشگاه فارغ شده بود، یک آدم خیلی باسواد انسان. دیدم پستاش دیدم. اونم آدم بسیار باسواد بود، بسیار آدم درست حسابی بود. هزاران هزاران دیگه شه قماندان یوسف میگن، قماندان داد خدا میگن، آدمای سرشناسی که حتی با این جبهه مقاومت هم ارتباط داشتن کشته شدن. و عمود زنایی که کشته میشه بنام چی کشته میشه؟ بنام جغرافیا کشته میشه یا مجبور هستن که بیا در اولویت بندی بکنن. اولویت ما چی است در لایفم؟ اولویت ما کنترل است، بعدش رابطه با روی موضوع این است، بعدش یکان مسئله رو تعقیب میکنم. اگر ما بیایم بیا در تنها با لایف کنترل بکنم، حرف نزنم، گپ نزنم، خب میخور لایف به بیرا میره. تو دیگه ما اما برسیم مردم بسیار منطقی غیر منطقی من فکر میکنم و بیدر یک گپا نمیشه. یک گپا از خود پوریسه داره، جریان داره، از خود ادافاز دنبال میشه، از خود عملی کار داره. در لایف لایف وزی چیزی تغییر نکرده، ولی که میالی اگر قرار باشه در لایف لایف وزی تغییر بکنه، ما او رسول میالی چی کردیم؟ کودتا کردیم، طالب ها را گرفتیم، اینیم گپ خلاص خلاص شده. اما دنیا هیچ چیز تغییر نمی کنه، هرچی که ما طالب بد بکنیم طالب قویست. چرا مردم مشاور نمیشه و بدرم از آر گپ دیگه وجود داره؟ چرا رای دیگه نمی پیش نمیری؟ چی بگویم دیگه، چی بگویم؟ من خب نفهمی نظام سبیم امشب خود دل من درد داره، چنانه که در گذشته ها در 20 سال جمهوریت درد میکرد، چنانه که یه 3 سال درد داشته و امیال هم درد داره، چنانه که در دمزنگ و جای دیگه درد داره. ما 84 نفره در یک روز از استادیم، تنها شهید زخمی شبانیم. کورسیکا جوی چیزا و مسئله کورسیکا را هم ما نمیتونیم از کناش رد کنیم. اینمی خبیص امرالله دخیل است، دخیل است، ایره ما برات واضح میگم. بسیار یخم پلک بوده دمی موضوع قماندان ملک دره، خود آگاه تر از مستی، میفهمی چه معامله شد، تمام چیز ما میفهمیم. ولی تا زمانی که احمد مسعود در کنار امرالله صالح باشه و حمایت بکنه و چی بکنه، ما میگیم که ضرر میکنه. بسیاری از منتقدین یا خیرخواهای احمد مسعود آمدند گفتند که تا وقتی که این آدم در کنارش باشه تخریب میشه که نه نام نمیکشه. حقیقت است، اما یک خود وقت داره مردم چون چه باید بگوید؟ چون آدم باید با این مردم بگوید؟ مثلا من یک تعداد میگم و روی تانا خدا ببینم، میمه میشه در لایف ما بالا میشن، تکنیل تحقیر تو بالا میکن، زیرا کمین لالا با ما شما مقابل نیستی، شما روی متعداد مردم هایی که در موجه وجود دارند متوجه خودت هستی، پوستاش تعقیب میکنی، بارشان ارتباط هستی، اما رو رویش ببینی یه بیدر یک دره خوشیار شدی. لایفت ضعیف است، انترنت تمام از ما والا یک کم گندگی کرده. ما کم 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 قطع کنم ببینیم گپ در کجاست، سخن در کجاست. ما کم چیزا میرخم مشغول هستم. اما کجا سلامت باشی رسول ما، در مسائل سیاسی جگرخونی فایده ندارد. دیدار جان و مرچ کدام جگرخونی بکند جز از اینکه بشینی به خود اقدامان بسازی؟ فقط خودتان بهتر میفهمین. هر آن کسی که در از سیاست است گپا را تعقیب میکنه، دنبال میکنه، اخبارات سیاسی و مو تا بالا را داره، بیادر بس خود برنامه جور بکنه دیگه. تا که بشینی گپا را ما شما سوگواری بکنیم، سوگواری تاجیک وزارت تاکستان خلاص نمیشه. تو زمانی که خود برنامه درست جور نکن تا چیز ما سوگواری میکنین، سوگواری یک روز خداوند با بخشش شکلش رفت، دیگه روز باز میزن، دیگه روز باز میزن. و بیدر یخی به خود یک زیره جور بکن، یک چیز با خود جور بکن که نشه. دقیقا هدف همون است، دقیقا این دقیق است، طرفدار میگه پستیم. جان مسیح بخیر باشه. امک جان سلامت باشه. ما خود توهین نمیتونیم دیگه روی یک چند تعداد مردم ها زنگه بدر دیگه نه و مردم ها را تیر طبیعت در چند وقتی میگذره احساساتی هستن. آه اگر دادم بدر کنیم اگر دادی ببینیم پیسه نیمه قیر دادی اگر نمیر ندادم و بیغیرد باشم اگر اثبات بکنیم نه یه پار از صدق سرت هم باشه. بخیر باشه نظام سایی ماتر.
والا جور باشه و خیر باش. خداحافظت. خداحافظ. خداحافظ. باش خیلی من قطع کنم که تو قطع کنم.